واکنش ها به تساوی دیدار ریال چلسی. حسرت عظیم مرد سال فوتبال جهان پیشنهاد پی اس جی به میسی لو رفت. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. سرمربیان دو تیم ریال مادرید و چلسی در نشست خبری بعد از بازی شب گذشته حاضر شدند. رابرت لیواندوفسکی ستاره لهستانی بایر مونیخ هنوز افسوس غیبت در دو بازی حساس در یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ برابر پی اس جی را میخورد. رسانه های آمریکای جنوبی فاش ساختند که پاریس سن ژرمن قرارداد دو ساله با امکان تمدید برای یک سال دیگر به میسی کاپیتان بارسا پیشنهاد کرده است. تیم های فوتبال ریال مادرید و چلسی در چارچوب نخستین بازی از دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته در استادیوم آلفردو دی استیفانو در شهر مادرید به تقابل هم رفتند که این مسابقه با تساوی یک بر یک دو تیم به کار خود پایان داد. بعد از پایان این بازی سرمربیان دو تیم در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شدند و درباره بازی و وضعیت دو تیم اظهار نظر کردند. طبق گزارش وبسایت رسمی باشگاه ریال مادرید، زیدان در پایان بازی گفت: زنده بیرون آمدن از بازی هم بله هم نه. نیمه اول بد بود اما در نیمه دوم خودمان را پیدا کردیم و خوب بودیم. نتیجه عادلانه بود. چلسی تیم بسیار قدرتمند و جنگنده است. آنها بی دلیل در نیمه نهایی نیستند. از عملکرد خود راضی هستیم. در لندن از این هم بهتر کار خواهیم کرد. درست است، با گلزنی احتیاج داریم. حداقل این کار است که برای انجام آن تلاش میکنیم. فکر میکنم چلسی از 20 بازی خود 16 کلین شیت کرده است. این گویای همه چیز است. باید زحمت بکشیم، اما در مسیر درست هستیم و به کاری که انجام میدهیم باور دارم، اما قرار نیست همیشه 3 یا 4 گل به ثمر برسانیم. هر بازی گلزنی سختتر میشود. باید بدانید که چطور سختی را تحمل کنید. ما هنوز زنده ایم و برای گلزنی به لندن خواهیم رفت. گل بنزما عالی بود. دیگر از کارهای او شکوفا زدن نمیشود. با بازیکنانم افتخار میکنم و بر روند آماده سازی خود باور داشتیم. این مهمترین چیز است. از کیفیت خود خبر داریم و میدانیم چطور از آن استفاده کنیم. در همین حال توماس توخل سرمربی آلمانی تیم فوتبال چلسی نیز بعد از این بازی گفت: بازی را خیلی خوب شروع کردیم، بسیار جنگنده و با کیفیت. شانس های زیاد خلق کردیم و شایستگی این را داشتیم که با برتری نیمی اول را به پایان برسانیم. متاسفانه آنها روی یک ضربه استگاهی به گل رسیدند، اما طور دیگر نمیشد دفاع کنیم. اجازه خلق موقعیت گل به آنها ندادیم. نتیجه نیمی اول کم ناامید کننده بود. چیزی که خیلی اهمیت داشت حفظ اعتماد به نفسمان بود و آرامشی که حفظ کردیم. در نیمه دوم سرعتمان کاهش یافت و میتوانستید خستگی تیم را مشاهده کنید. باید با نتیجه 1-1 کنار بیاییم. گل پولسیچ بسیار دقیق و زیرکارانه بود. باید در نیمه اول با پیروزی برختن میرفتیم. وقت موقعیت یا حتی موقعیت‌های نصف و نیمه ایجاد کرده بودیم، باید حداقل یک گل دیگر به ثمر می‌رساندیم. با خوبی توپ رو بایی میکردیم، حملات خوب تدارک دیده بودیم و خیلی خوب منطقه بازی رو تغییر میدادیم. بسیار مستحکم و قوی به نظر میرسیدیم. اصلا آسان نیست که در چنین شرایط حریف از هیچ به ما گل بزند. به هر حال چنین اتفاق همیشه میتواند مقابل تیم دارای کیفیت فردی بالای چون ریال مادرید رخ دهد. گل پولسیچ نخستین گل بود که یک فوتبالیست ملی پوش آمریکایی در نیمه نهایی چمپیونز لیگ به ثمر میرساند. در واقع تنها 3 تن از هموطنان او تاکنون توانستند در این رقابت‌ها موفق به گلزنی شوند. دامار کورت بیزلی، جرماین جونز و تایلر آدامز که در فصل 2019-2020 برای لایپزیگ در یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ برابر اتلتیکو مادرید گلزنی کرد. این گل همچنین به این معنا بود که پولسیچ اکنون بیشترین تعداد گل در چمپیونز لیگ را بین آمریکایی‌ها در طول تاریخ به ثمر رسانده است. این پنجمین گل دوران بازی او در چمپیونز لیگ بود و رکورد قبلی که در دست بیزلی بود را شکست. ستاره چلسی همچنین تنها بازیکن متولد آمریکا است که برابر ریال مادرید در یک مسابقه رسمی موفق به گلزنی می‌شود. هرچند خوشحالی چلسی کوتاه بود، چرا که کریم بنزما با یک ضربه والی عالی از درون محوطه جریمه به گل پولسیچ پاسخ داد تا نتیجه بازی در نیمه اول برابر شود. هیچ یک از دو تیم نتوانستند در 45 دقیقه دوم به گل برسند و در پایان بازی به تساوی در دیدار رفت رضایت دادند. البته گل خارج از خانه پولسیچ برای شاگردان توماس توخل بسیار اهمیت دارد و در بازی برگشت در استنفورد بریج میتواند سرنوشت ساز باشد. گلزنی کریم بنزما باعث شد تا او 71مین گل خود در لیگ قهرمانان اروپا را به ثمر برساند و به رکورد راول گونزالس اسطوره افسانه باشگاه ریال مادرید برسد و مشترکاً 4مین گلزن برتر تاریخ لیگ قهرمانان اروپا نام گیرد. مهاجم با تجربه ریال مادرید پس از سالهای 2013، 2014 و 2018 برای 4مین بار در نیمه نهایی لیگ قهرمانان گلزنی کرد. جالب آن که او توانست در 53% گل‌های ریال مادرید در سال 2021 تاثیر مستقیم داشته باشد. ثبت 16 گل و ساخت 2 گل از مجموع 34 گلی که شاگردان زیدان در سال جدید میلادی به ثمر رساندند نشان از نقش پررنگ ستاره فرانسوی کهکشانی ها دارد. گل بنزما زیبا و تماشایی بود، ولی آندخار اولیویر کارشناس داوری مارکا معتقد است وی آر باید آن گل را مردود اعلام میکرد. طبق نظر او قبل از این که در میلیتایو با سر توپ را به بنزما برساند، کاسمیرو روی سزار اسپلیکویتا مرتکب خطا شده بود. ستاره بلژیمی در پایان بازی گفت: نتیجه پایانی میتوانست بهتر باشد، ولی هنوز بازی برگشت باقی مانده است. حالا باید با بازی با اوساسونا فکر کرد و سپس تمرکز روی بازی برگشت خواهد بود. آزار درباره ورودش از دقیقه 66 بازی گفت: واضح است که دوست دارم از ابتدا در ترکیب باشم، ولی نیاز نیست از سلسله مراتب عبور کنم. تازه از مصونیت رها شدم و قرار شده به تدریج به ترکیب اصلی اضافه شوم. هنوز چند بازی دیگر تا پایان فصل باقی مانده و میخواهم به تیم کمک کنم.
ساده بگویم که فعلا خوشحالم که توانستم به میادین برگردم. مساف با تیم سابق. همیشه ملاقات دوستان اتفاق خوب است، ولی حالا بازیکن ریال مادرید هستم و میخواهم چلسی را شکست دهم. رئال مادرید پیش از این 3 بار در بازی رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان و در حالی که میزبان بوده با تساوی متوقف شده و هرگز نتوانست راهی فینال شود. سال 1976 برابر بایرن، سال 1988 برابر آینهوون و سال 1989 برابر میلان. هر سه این تیم ها در بازی برگشت بر ریال غلبه کردند و در فینال نیز عنوان قهرمانی را کسب کردند. آیا ریال امسال تلسپ را مشکند؟ رابرت لواندوفسکی مصدوم شد. این بدترین خبر برای بایرنی ها بودند که در مقطع حساس در بوندسلیگا و چمپیونز لیگ قرار داشتند و برای پیروزی دل به ساقهای جادویی لوا بسته بودند. در تعطیلات بازی های ملی رابرت لواندوفسکی در جریان برتری 3-0 لهستان برابر آندورا در مرحله مقدماتی جام جهانی دچار مصدومیت شد. او زننده یکی از گل های لهستان در این بازی بود، ولی در نیمه دوم به دلیل مصدومیت تعویض شد و بلافاصله به آلمان بازگشت. با معاینات بیشتر مشخص شد که مصدومیت او بیش از حد گمان های ابتدایی است و لواندوفسکی حداقل 4 هفته باید از میادین دور باشد و قادر به همراهی با بایرن مونیخ نیست. با این ترتیب لوا تعداد زیاد مهمترین بازی های این فصل بایرن مونیخ را از جمله دو دیدار رفت و برگشت برابر پاریس سن ژرمن در چمپیونز لیگ را از دست داد. اکنون لواندوفسکی با ترکیب بایرن مونیخ بازگشته است، اما همچنان افسوس غیبت در آن دو بازی حساس برابر پی اس جی را دارد که منجر به حذف باواریایی ها از چمپیونز لیگ شد. لواندوفسکی گفت: این موضوع که در آن دو سه هفته حساس و سرنوشت ساز در مهمترین بازی های حضور نداشتم خیلی اذیتم میکند. من نتوانستم وقتی که خیلی اهمیت داشت به تیم کمک کنم. اگر در آن دو بازی برابر پاریس سن ژرمن بودم، ما هنوز در چمپیونز لیگ بودیم، چه کسی میداند؟ تیم خیلی سخت جنگید و نتایج خوب به دست آورد، اما این که دقیقاً در آن زمان من مجبور شدم از میادین دور باشم خیلی تلخ بود. هنوز برای من دردناک است که ما دیگر در چمپیونز لیگ نیستیم. لواندوفسکی در پاسخ به این سوال که آیا این فصل برای بایرن مونیخ فصل موفق بوده است گفت: فقط در پایان فصل که میتوانید این موضوع را بررسی کنید. ما حالا زمان استراحت بیشتر داریم. 4 بازی در 5 هفته داریم که خیلی کم است. تقریبا به مثل تعطیلات است. اما این احتمالاً به ما کمک میکند تا برای یورو استراحت کرده باشیم. لواندوفسکی که بازی بایرن مونیخ و پیزی را از تلویزیون تماشا کرده بود در این باره گفت: من خیلی عصبی بودم و استراب داشتم. تماشای بازی از تلویزیون خیلی آزاردهنده بود. احساس ناتوانی میکردم. خیلی سر و صدا کردم و سر گل ها هم خیلی خوشحالی کردم. از اینکه نتوانستم آنجا باشم خیلی اذیت شدم. لواندوفسکی درباره چوپو موتینگ هم تیمیش که اخیراً در ترکیب بایرن مونیخ درخشان ظاهر شده گفت: چوپو همیشه وقت به او نیاز است خیلی عملکرد خوب دارد. قبل از بازی برگشت در پاریس به او گفتم: چوپو حالا باید 2 تا گل بزنی. او باز هم گل زد و نمایش خیلی خوب داشت. او به محض پیوستن به بایرن مونیخ در تیم جا افتاد. او خیلی به کار بایرن میآید، چه به عنوان یک بازیکن و چه به عنوان یک شخص. درباره بهترین بازیش در این فصل لواندوفسکی: احتمالاً برد 4-3 برابر هرتا برلین که 4 گل زدم. درباره شکستن رکورد گرت مولر: این که ما با اونون یک تیم چقدر آتش پیروزی و گلزنی داریم تعیین کننده خواهد بود و این که آیا موقعیت هایی که ایجاد میکنیم و بازی خوب انجام میدهیم. اگر پس از برتری 1-0 و 2-0 همچنان با 100% توانمان بازی کنیم، من قادر خواهم بود که به این رکورد برسم، هرچند که نمیخواهم زیاد در مورد آن صحبت کنم. درباره هانسی فلیک: او نه تنها یک مربی بزرگ، یک انسان بزرگ هم است. شما میتوانید درباره مسائل شخصی هم با او صحبت کنید. ما با هانسی تاریخ سازی کردیم. این با فاصله بهترین زمان حضور من در بایرن مونیخ بود. او همیشه به ما برنامه واضحی درباره این که چه انتظارات دارد میداد. درباره یولیان ناکزمن: من ناکزمن را خوب نمیشناسم، اما چیزی که میتوانم بگویم این است که او همیشه موفق شده تا تیمهایش را به سطح برساند که انتظار نداشتید. تیمهای ناکزمن نمایش فراتر از حد انتظار و فراتر از کیفیت و توانایی تک تک بازیکنانشان داشتند. مارسلو بیچلر خبرنگار TNT اسپورت برازیل فارچاخته است که پاریس سن ژرمن پیش از این پیشنهاد خود را به میسی ارائه کرده است. طبق این اطلاعات پاریسی ها به ستاره آرژانتینی قرارداد برای 2 فصل آینده پیشنهاد کردند که امکان تمدید برای سال سوم را نیز دارد. بیچلر میگوید پی اس جی معتقد است پیشنهادی که به میسی داده از نظر مالی برای بارسا قابل دسترس نیست و از نظر نقطه نظر ورزشی آنها بر این نکته تاکید دارند که پاریس سن ژرمن سال گذشته فینالیست چمپیونز لیگ بود و امسال نیز در نیمه نهایی این رقابت ها حضور دارد، آن هم پس از حذف بارسا در یک چهارم نهایی. قرارداد میسی با بارسا در تاریخ 3 جون به پایان خواهد رسید و او هنوز تصمیم نگرفته است که میخواهد قرارداد خود با کاتالان ها را تمدید کند یا نه. میسی پیش از این گفته بود که پس از پایان فصل در این مورد تصمیم خواهد گرفت. مارسلو بیشلر همان خبرنگار است که پیش از این خبر جدایی نیمار از بارسا و پیوستن او به پی اس جی را منتشر کرده بود و همچنین تابستان گذشته فاش ساخت که میسی قصد جدایی از بارسا را دارد. طبق اطلاعاتی که بیچلر منتشر کرده است، بارسا هنوز اقدام در رابطه با ارائه پیشنهاد مالی به میسی صورت نداده است، چرا که میداند با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب این باشگاه با شیوع ویروس کرونا در جهان نیز رو به وخامت گذاشته است، قادر نخواهد بود با پیشنهاد مالی باشگاهی چون پی اس جی رقابت کند.
میسی تابستان گذشته و پس از سالها حضور در بارسا در پی اختلافاتی که با بارتومیو مدیر وقت بارسا داشت و همچنین نارضایتی از وضعیت باشگاه در چمپیونز لیگ و بی‌ثباتی در نیمکت این تیم و جدایی لوئیس سوارز خواهان جدایی از کاتالان‌ها شد، اما در نهایت سران وقت باشگاه بارسا با جدایی او مخالفت کردند و با تهدید به فعال کردن بند فسخ 700 میلیون یورویی که هر باشگاه قادر به پرداختش نیست و شکایت از میسی به دادگاه، کاپیتان افسانه بلوگرانا را مجبور به ماندن کردند. میسی تصمیم گرفت سال پایانی قراردادش را در بارسا سپری کند، اما هنوز مشخص نیست که موقعیت‌های اخیر بارسا و تغییر در مدیریت باشگاه و بازگشت لاپورتا نظر میسی را درباره جدایی عوض کرده باشد یا خیر. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.